برنامه آفریدگار فراوانی، آیا شما می دانید یکی از راحت ترین و سودمندترین شغل های دنیا چی هست؟ اگر نمی دانید تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. منطقه تمران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی هستیم. یکی از زنبوردارای بسیار ماهر کنار ما هست، جناب آقای محمدی. سلام علیکم آقای محمدی، خوب هستین؟ سلام علیکم، عصر بخیر. سلامت باشین، بخیر باشین. جناب آقای محمدی، ما تعریفات زنبورداری شما را سال هاست که میشنویم، باز گفتیم بریم از نزدیک ببینیم که چه قسم هست. موشه که در قسمت شروع کار و همی تاریخچه کار خود در قسمت بگی. بسم الله الرحمن الرحیم، جناب محمدی هستم. بنده یک از زنبورداران قریه تمران منطقه لروج می باشم. 7 ساله که ما این زنبورداری را شروع کردیم. اولین بار که ما شروع کردیم 10 تا صندوق زنبور داشتیم، 2 تجربه. بله. و فعلا 100 تا 120 تا هست. خب بسیار عالی. از اول یعنی از 10 تا زنبور، از 10 تا کندوی اصل شروع کردیم. از 10 تا، بله. خب این 10 تا را که شروع کردی، باز بعد از اون 10 تا چند تا شد؟ 10 تا سال دیگه 30 تا شد. سال بعدش 50 همینطور رفت، کم کم زیاد شد تا 100 تا. البته ما چندین بار سودا کردیم، حالا 300 400 تا سودا کردیم. خب بسیار عالی. به نظر شما مثلا یک صندوق یا یک کندوی زنبوری عسل که خوب درست رسیدگی شوه، از یک کندو آدم در دوران یک سال سالی خوبم باشه، چقدر حاصل گرفته میشه؟ از عسل یا از گروه؟ از عسل که در نظر بگیریم، به نیت عسل یک کندو گروه که بده که 5 6 تا کندو میشه. خب 5 6 تا میشه، بعد عسل اونمو ممکنه که 10 من 20 من عسل حاصل بده. خب یعنی در جریان یک سال اگر بخوای گروه بگیری، کدام وقتا وقتی گروه کردن از یا هست؟ معمولا نظر به شرایط و آب و هوای منطقه مربوط میشه. ممکنه در این منطقه که ما زندگی میکنیم برج دو گروه شروع بشه. خب برج دو حمل ثور، یعنی گروه دادن شروع میشه. باز اگر جلوی گروه دادن ازار نگیری، مثلا بعد از چند روز اینا دوباره گروه دوم تولید میشن؟ بعد از 10 روز دیگه هم تا گروه دادن مورد، یعنی در هر 10 روزی گروه میده اگر مثلا چیز نشوه، کنترل نشوه. کنترل نشوه گروه میده. اگر بخوایم کنترل بکنیم باید چیکار شوه؟ گروه های مختلف داره. امی ملکش را میتونی که از بین ببری. خب ملکای اضافی شرا، یعنی او خانه ملکه ای که تازه میخواد جور کنه برای گروه، او را باید از بین ببری. او را از بین ببری. خب بسیار عالی. های دیگه وجود داره. بسیار عالی. دیگه باز به نیت عسل بخوایم مثلا گروه نگیریم، عسل بخوایم بگیریم، باید چیکار شوه؟ باید نگذاریم که نه گروه بده. خب فقط از گروه دادنش که جلوگیری شوه، دیگه باز برای عسل تولید میکنه. اگر بخوای که عسل بگیری، باید طبقه جور کنیم. یک صندوق به امی اندازه بالا از اینا میمونه، به امی اندازه بلش که بلی اونا گروه نمیده، فقط در طبقه بالا عسل تولینه، پایین تخم گذاری مونه. خب بسیار و بسیار نظر خوبه. دیگه از حاصلات بگوی آقای محمدی، مدت 7 سال میشه که خودت زنبورداری را ادامه داده، مثلا چقدر حاصل گرفته میشه؟ در این قسمت معلومات بدین. منظور پول نقد اینا دیگه. از لحاظ اقتصادی چقدر مفیده؟ همین تا حتی 7 سال ممکنه یک در دوزه لکار کنه. خب یعنی از 10-12 تا صندوق فکر کن مدت 7 سال 10-12 لک حاصل گرفتی. یعنی از لحاظ خرج و مخارج که در نظر بگیریم، مثلا امی زنبورداری که خودت فعلا از 10 صندوق شروع کردی، از مصرف یک خانه بالا است تا پایین، کم از زیاد چطور؟ امی درآمد ازی؟ درآمدشون برای خانه خوبه، ممکنه که زیادم شود یک خانه. خب فعلا چند تا صندوق دارین؟ فعلا 100 تا. 100 تا صندوقی فعال که هم تو خوب فعاله. گروپش زیاد است دیگه، هر گروپش خوب داره. تکمیل اماده گروه هم است. خب فعلا در اینجا صندوق هایی را که چنده کنار هم، چرا اینقدر نزدیک اینا چنده شده؟ چون تا نو زمین زمستان است. در زمستان معمولا اینطور رواج قانون در زنبور که باید اینا با هم نزدیک باشه، اگر نباشه خود سردی اینا رو طلب کنه. خب بسیار عالی.
آلی پلان هم داری که اینا را دور دور باز هم دیگر بشونید در جریان تابستان؟ بعد از نوروز در اول حمل ما اینا را از فاصله هایش را دور میکنیم، او را نه یک دفعه، بعد روز یک وجب از هم دور شد. خب بسیار عالی. مثلا حد اکثری که فاصله هایش مثلا در نظر گرفته شد باید چقدر فاصله بدی وقتی بعد از نوروز؟ حد اکثرشی دو متر، حد اقل یک متر. خب بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر جناب محمدی صاحب. دیگه خودت چی توصیه میکنی برای مردم و برای بینندگان؟ مثلا زنبورداری برای کدام قشر از آدما خوب است؟ کدام آدما میتونه این را انجام بده؟ یعنی از لحاظ توانایی خوب باشه، از لحاظ ذهنی خوب باشه، این برای کدام رقم آدما توصیه میشه؟ برای کدام قشر از اجتماع؟ در اصل زنبورداری برای مردم دهاقین است، برای طبقه اوناس است که باید زنبورداری کنه، چون اونا مشکلی اقتصادی ممکنه داشته باشه. برای دهقان که از حاصلات که حاصل میگیره که چی دیگه، برای گردافشانی خوب است که درختایش گردافشانی شونه. بسیار عالی. یعنی در جریان فصل تا بهار که وقتی گل و گیاه سبز میشه، اینا در برای گردافشانی بسیار مفید است. گردافشانی مفید است دیگه، عسل هم که می تولید میکنه برایشی، میتونه که برای اقتصاد خوب باشه. برحال خوبه. خب اینا مثلا ایره میتونه یک شخصی که مثلا از طبقه زنا باشه هم کار خانه خود پیش ببره و هم ایره پیش ببره؟ آره میتونم مخصوصا مواساکو برای زنا بیشتر همی توضیح میکنه زنبور، بخاطر که زنا اینا رو میتونه این کار انجام بیده، چون وقتی کم هم داره، وقتی کم هم در بر میگیره، هر موقع فرصت کرد میتونه بیا یک دیدن کنه زنبور. خب این مشخص نیه که در کدام روز یا کدام ساعت باشه. بسیار عالی. هر وقتی که وقت پیدا نیست، وقت داشته باشه، میتونه زنبور دیدن کنه. بسیار عالی. توصیه خودت برای باغدارا و برای آدمایی که در کشت و زراعت مصروف است چی توصیه داری برای طبقه دهقان و باغدار و زمیندار و همچنین زنبوردار؟ در نظری از ما دهقان، طبقه دهقان، باغداران باید زنبورداری را داشته باشه. خب باید زنبورداری بکنه، بخاطر اینکه هم از محصول چی استفاده کنه، هم برای گردافشانی درختایش مفید است. خب بسیار عالی، خیلی عالی. تشکر جناب محمدی صاحب که وقت شما را گرفتیم. دیگه انشالله که بیتونی امرای زنبورا ای را ترویج بکنی در سطح منطقه و ولسوالی و ولایت دایکندی، تا اینکه همه زنبوردارای ولایت دایکندی و افغانستان بیتونه به شبه شما مثلا از 10 صندوق 100 صندوق جور بکنه. و خیلی ممنون ای که بالاخره تجربیات خود امرای ما شریک کردی. سلامت باشی، موفق باشی. خیلی ممنون دوستان حد عزیز که داخل این ویدیو با ما همراه بودین. باز هم در صورتی که کدام سوال در ذهنتان باشه کامنت بمانین، ما در اولین فرصت با سوال شما پاسخ میدهیم. و همچنان یک چیز یادتان نروه، در صورتی که علاقمند آموزش های که ما تهیه میکنیم باشین، کانال ما را سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، زنگوله رو هم بزنین که در اولین فرصتی که ویدیو نشر میشه در اختیار شما عزیزان قرار بگیره. الله نگهدارتان.